تنظیم کن که من قشنگ برای صحبت کنم که میخوام برم توی بومی حرفه‌ای برم. من صحبت همون نوشتم برای شب اومدم یه ذره حرف زدم، بچه بسیجی ها اینجا بودن نمیذاشتم من حرف بزنم. منم به این را که میومدم با دوستم رفتم نوشتم که این سری گمراه هم نکنن خط ندن. اول بگم که این مملکت اصل دیکتاتوریه. حالا شروع میکنم. مناظره سال 96 یادتون میاد که آقای رئیسی با قالیباف و روحانی همدیگر متهم میکردن به دزدی. من از سال 96 متوجه شدم که اصلا رأی دادن توی این مملکت هیچ خاصیتی نداره. چه دلیلش چیه؟ رئیسی به قالیباف میگفت تو دزدی، قالیباف به روحانی میگفت تو دزدی، همشون متهم به دزدی میکردن. رئیسی که تموم شد رفتم خود من احمق به روحانی رأی دادم. وقتی روحانی شد رئیس جمهور گفتم خب اون قاتل سال 67 که آقای رئیسی باشه نمیاد. رئیسی شد رئیس قوه قضاییه، یه دوز دیگه هم به نام قالیباف شد رئیس مجلس. این یه مسئله، یعنی این انتخابات هیچ بش. یه مسئله دیگه هم آقای خامنه ای یک هفته پیش صحبت کرده، پشتش یه حدیثی حضرت علی نوشته رعیت تغییر نمی کند مگر حاکم بخواهد، ولی تیکه دومش ننوشته. حضرت علی تو تیکه دوم میگه حاکم تغییر نمی کند مگر اینکه رعیت بخواهد. من رعیت نیستم که بخوام برم رای بدم. من اصلا خودم رعیت نمیدونم. آقای خامنه ای فکر کنم ملت ایران رعیت میدونه. یکی این مسئله. مسئله بنزین هم که گرمی شد 1500 نفر رو کشتن. آقای خامنه ای اومد گفت من سررشته ندارم، من تخصص ندارم، ولی حمایت میکنم. میگه آقای خامنه ای 8 سال رئیس جمهور نبود، چطور سررشته نداره؟ میگه میشه 8 سال رئیس جمهور باشی تخصص نداشته باشی تو بنزین، بعد چی؟ بیای تازه بازم بگی من سررشته ندارم ولی حمایت میکنم. مثلا میونه ما بگن عراق چجور کشوریه، بگیم ما نرفتیم ولی کشور خوبیه. من تخصص ندارم حمایت میکنم یه مسئله. آخه این چه مسئله ایه؟ دو سه تا دختر توی تهران، دو سه تا دختر خانم به حجاب اجباری اومدن انتقاد کردن، گفتن آقا خودتونم میدونید اصل جامعه با این مسئله مشکل داره. نفر 15 سال 10 سال بهشون حبس دادن در جایی که بابک زنجانی نفت کل ایران خوردهش، رفعت اسلام شامل حالش میشه، شامل حال اون دو سه تا خانوم نمیشه. هنوز اعدامش نکردن چون از خودشونه، ولی یه بدبخت آوردن گفتن سلطان سکه اعدامش کردن. اون موقع که بابا سلطان بود سکه 3 تومن بود، اگه یه شوک الکتریکی بدید این سلطان رو زنده کنید دوباره سکه فکر کنم بشه 3 تومن. الان سلطان سکه کشه تا 17 میلیون رفت. یعنی مردم بدبخت و رعیت میبینن اعدام میکنن، ولی بابک زنجانی چون از خودشونه رفعت اسلامی شامل حالشون میشه. من به خاطر ستار بهشتی وبلاگ نویس رأی نمیدم چون یه عده میشناسنش. ستار رو رفتن تو وزارت اطلاعات زدن کشتنش. به خاطر ببین تو هم حرف میزنم میگم 10 ثانیه تا میان حرف. دموکراسیشون اینه اگه بگم برید رأی بدید نیم ساعت بهم وقت میدن، تا میخوام حرف بزنم میگه 10 ثانیه. به خاطر ندا آقا سلطان، به خاطر پویا بختیاری، به خاطر محمد نوریزاد، به خاطر نرگس محمدی اوغدان، هواپیمای اوکراینی، کوی دانشگاه که دانشگاه رو پرت میکردن یادتون میاد، به خاطر دانشجوها آبان 96 1500 نفر، به خاطر 500 هزار تا کشته سوریه که بشار اسد 20 سال دیکتاتور 30 سال هم باباش بوده، اینا دارن ازش دفاع میکنن. به خاطر فعالای مدنی عراق چه میرن میکشن میندازن. حالا معلوم نیست منم سر سالم به گور ببرم یا مادرم بهم گفت نه رو بچه میکشنه، گفتم نه من باید برم بگم. و در آخرم بگم به خاطر نوید افکاری که داداشش الان تو سلول انفرادی هن، همین حکومت اسلامی نوید افکاری رو کشته، شبونه خاکش کرده، داداشش کشته توی انفرادی. یه چیزم به اون یه لحظه یه چیزم الان طرفمو تمام میگم، یه چیزم به اون چپای آمریکا بگم، به اونا که سنگ جمهوری اسلامی به سینه میزنن، به اون زنایی که میرن از دموکراسی آمریکا استفاده میکنن بر ضد ملت ایران کار میکنن و سنگ جمهوری اسلامی به سینه میزنن، یه بچر بگم و تمام کنم. میگه بس تجربه داریم در این دار مکافات، هر که با ملت خود در افتاد بر افتاد. دست باش دست باش.